بینندگان گرامی یو اس ایران تی وی، اجازه بدید که از تهران بزرگ با هوای گرم و ولی آفتابی یک کمی هم شفافتر به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هم میهنانم در سراسر جهان. من جلیل مرتضوی هستم. امروز سه‌شنبه 25 مرداد 1401 خورشیدی و برابر است با 16 ماه آگوست 2022 میلادی. امیدوارم در هر جای جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت این برنامه را دنبال میکنید. دوستان گرامی، ابتدا میخوام تشکر کنم از همه شما عزیزانی که ما رو کمک میکنید، یاری میکنید و ضمناً به ویژه دوستانی که برنامه های ما را به صورت کلیپ های مختلف در میارن، میفرستن به دوستای خودشون در همه جای دنیا. بنابراین یو اس ایران تی وی که از استدیوی بازگشت میدیا در تهران داره برنامه اجرا میکنه، بازتابش گسترده است و همه جا، و دلیلش هم اینه چون هر چیزی که تو این برنامه میشنوید دوستان، بارها هم به شما گفتم، مثل چکی میمونه در امریکا که شما میبری بانک نقدش میکنی. دلیلش هم اینه که به خاطر اینکه ما واقعا زحمت میکشیم، ساعتها مطالعه میکنیم و آن چیزی که در میاریم به شما میگیم اون چیزی که نوشتن دیگه، پشت پرده حالا هر چی هست دیگه، اینا رو باید خودتون تجزیه تحلیل کنین، چون ما میتونیم بشینیم اینجا ساعتا شعار بدیم فلان کنیم، اونا به درد ما نمیخوره. ببین، من قبل از اینکه بپرزم به برنامه امروز که گزارش مفصلی در نیویورک تایمز هست راجع به سلمان رشدی و یارانشون، بعد راجع به برجام صحبت خواهیم کرد، هجومی که به خانه دونالد ترامپ برده شد، دلایل شدید پشت این ماجرا بوده، این خیلی مهمتر از اونی که دونالد ترامپ به طرفداراش از طریق ایمیل میفرسته و بسیار مسائل پشت پرده دیگه. ولی آن چیزی که دلم میخواد که دوستایی که این برنامه رو دنبال میکنم با سبک کار من آشنا هستن، من نمیتونم اینجا شعار بدم چون کار ما نیست. بلدم هستم، به قولی من میتونم ساعت هم صحبت کنم، ولی اونها را تو شبکه های ایران ستیز هر روز میشنوید و برای همین این برنامه مورد توجهه. میدونی که هر چی که ما صحبت میکنیم با دلیل و مدرک و منابعی که داریم. وقتی مثلا تو آخیه دی، دوستان اونایی که در امریکا نشستن تو این شبکه های ایران ستیز، صبح تا شب الان سال هاست دیگه نمیگن آره ایران در حال فروپاشیه، ایران رسیده به نقطه نمیدم اله بله، اینا دیگه به بنبست رسیدن فلان و بساط. یه دم در همین تهران نشستن دارن با من صحبت میکنن آقا امریکا وضعش خرابه، در حال فروپاشیه. دوستان، هیچ کدوم از اینها درست نیست. ببین، امریکا مشکلات خودشو داره، ایران هم مشکلات خودشو داره، هر دو کشور هم بزرگن و میتونن مشکلات خودشون رو هندل کنن. در امریکا پول زیاده، همه جا چپ راست میتونن بدن و میتونن چکایی بنویسن، قرض بکنن، واسه همین امریکا تا خیرخیره بدهکاره، برای این کارا رو کرده. ولی اینکه امریکا در حال فروپاشی و به هم ریخته و فلان، میدونی اینها در میان سیاستمدارها از جناهای مختلف این شعارا رو میدن و به خاطر اینا مسئله سیاسیه. خب در ایران ما هم همینطوره. اونایی که اون ور نشستن آقا ایران در حال، نه خیر آقا، هیچ فروپاشی رو من نمیبینم، ایران انقدر قویه من میتونم به شما قول بدم، من که نه از کسی خورده برده دارم، نه به کسی چیزی بدهکارم، نه از کسی چیزی. حرفایی که من اینجا میزنم تو باستانم میزدم. ببین، اینجا ایران قویه. همین یه مثالی که همتون دیگه باید بدونید، جان بولتن یه اشتباهی کرد اون موقع، بریتانیایی ها را، یعنی انگلیس های خبیث و وادار کرد کشتی ایرانی رو بگیرن، گفت این تحریم و فلان اینا سر نفت. خب
همون کاری کردن. خب نیروی نظامی ایران هم که کشتی اونا رو گرفت، مال انگلیسا رو و وابسته های اونا رو تو خلیج فارس، دیدی که ایران این توانایی رو داره و نشون هم داد. چی شد؟ کشتی ایران آزاد شد، کشتی اونا هم آزاد شد. خب پس بنابراین ما دیگه از اون دیدگاه قبلی که بخوایم شعار بدیم مرگ بر این مرگ بر اون گذشتیم. این اصلا شعار بیمعنیه دیگه، چون ایران قدرت داره، احتیاج به شعار نداره، عمل میکنه. همین اخیران هم همینطور دیدید که تحریک کردن و گفتن یونانی ها کشتی ایرانی رو بگیرن، نفتش رو خالی کردن توی یکی دیگه. باز نیروی مسلح ایرانی قوی توی خلیج فارس دو تا کشتی یونانی گرفتن. یونان به التماس افتاد که آقا اشتباه کردیم فلان، الان کشتی ایرانی رو نفتش و همه چی رو برگردوندن، ولی هنوز کشتی های یونان تو ایران توقیفه. به محض اینکه اون کشتی برسه به جایگاه ایرانی خودش، اینا رو آزاد میکنن. پس بنابراین اینا میدونن وقتی ایران حرف میزنه الان عمل میکنه، ایران این قدرت رو داره و منطقه هم میدونن. اولا نه که قدرت داره که بخواد بین اون تجاوز کنه، نه خیر، قدرت داره که اگر بهش تجاوز بشه یه جواب دندان شکن میده دیگه. یادتونه من بارها گفتم دیگه ما نیازی نداریم در ایران جمعه ها داد بزنیم مرگ بر امریکا، مرگ به این، نمیدونم یا پرچم امریکا رو بسوزونیم یا این یا هر کشوری دیگه. ایران از اونها گذشته، ایران نیرو داره. ایران اگر کسی چپ چپ بهش نگاه کنه، ایران هم چپ نگاه میکنه. اگر بایدش دست بده، ایران هم باش دست میده. این توانایی من دارم به شما میگم و در اینو من در ایران دارم میبینم، شما عملشو دارید میبینید. اینا دیگه اگر تا دیروز شعارش بود با همین کشتی، حالا چیزی دیگه رو من کاری ندارم، با همین کشتی ها میتونید متوجه بشید که الان همینه. ببین بر سر جریان برجام که به زودی به نظر من با این همه خیلی توتی ها پشت سر این ماجرا صهیونیست ها علم کردن و از سلمان رشدی گرفته تا مسائل دیگه، ولی امریکایی ها تصمیم گرفتن که برجام رو امضا کنن و دلیلش هم خیلی ساده است. الان منافعشون اینه که امضا کنن، ایران هم منافعشون اینه که امضا کنن. ببین در هم در امریکا هم در ایران ما دیگه با کسی رو درواسی نداریم دیگه، خواهیم صاف و پوزکنده. این منافع هستش که تصمیم میگیره که آقا ما این کار رو بکنیم یا نه. همه اینا روی منافع است. امریکا تصمیم که رو منافع. حالا راجب میخوام توضیح بدم، ولی حالا اینو داشته باشید، عجله نکنید، من اینجام شما اونجا. در برنامه قبل من مصاحبه داشتم با آقای خورشیدی، سرپرست تیم فوتبال دختران در سنندج کرمانشاه، که یه مقدار مشکلاتی داشتن اونجا و نیاز داشتن که به هر حال مسئولین در ایران رسیدگی بکنه و هر کسی دیگه سراسر دنیا خواستن برای این تیم کمک کنن میتونن. آزیتا شفازن این برنامه رو دیده و یه پیامی فرستاده، میخوام حالا پیام آزیتا رو با هم گوش کنیم تا من برگردم خدمت. سلام آقای مرتضوی، خیلی ممنون از برنامه‌تون، به خصوص با آقای خورشیدی از منطقه کردستان، استان کردستان، منطقه سرسبزمون و قهرمانای فوتبال دختران ما صحبت کردین. من فکر می‌کنم این مسئله خیلی مهمه، چون ببینین به خاطر این ساختاری که ایشون گفتن باید زیر ساختار رو در حقیقت یه بودجه گذاشت، چون آینده بهتری به ما جواب خواهد داد و اجتماع بهتری رو برای ما میسازه. من چون خودم ورزشکار بودم میدونم که چقدر تأثیر داره ورزش در دوران جوانی، به اینکه به فکر نظم ترتیب میده، دیسپلین یادت میده، عشق به آینده یادت میده، برد و باخت رو میکشی. به جایی که جوانای ما الان برن تو اینستاگرام و نمیدونم از چیزای غربی و اینا یاد بگیرن، یه بخشی که مثلا نمیدونم بعد نتایج بدی بر ما داشته باشه تو سطح جامعه، با
بردن ورزش توی جوانانمون، ما میتونیم جلوگیری کنیم از این افکار واهی که از طریق اینستاگرام و این فضای مجازی به جوانامون وارد میشه، چون میتونن این وقتشون رو به ورزش بگذرونن. بعد به جایی که برن به طرف اعتیاد، به طرف پوچی، اینا همه، یعنی این واقعا میتونه کمک کنه، به خصوص بین دختران ما، چون میتونن مادران خوب آینده باشن که بچه های خوب رو تربیت کنن، به فضای خانوادگی خیلی کمک میکنه. و اینکه از لحاظ اینکه ما ساپورت کنیم همچین تیمایی رو، مثلا لباس ورزشیشون رو بدیم، خرج سفراشون رو بدیم، جایگاه براشون درست کنیم. حتی زمان شاه که من خودم ورزشکار بودم، اون موقع کم بود، همیشه به کشتی و فوتبال اینا ارزش قائل می شدن، فوتبال البته مردانه، اون موقع زنانه نداشتیم. و من فکر می کنم که اگر به شرکت هایی که تو ایران هستن، ما اگه بتونیم یه دونه ساختار مالیاتی به وجود بیاریم که تشویق کنیم، به جایی که مثلا حتی مالیات بدن به دولت، بیان این مالیات هایی که قراره یه بخشش استفاده کنن، مثلا ما بهشون تخفیف مالیاتی بدیم که اینا رو بیان خرج تیمای ورزشی کنن، اسپانسر بشن برای تیمای ورزشی. من یادم ما تیم آزمایش بودیم، کارخونه آزمایش خرج ما رو میداد. به هر حال خیلی ممنون از این برنامه تون. خب ممنونیم از خانم شفازند. یه خانم شفازند خودتون گفتید و شفافم دوستا شنیدن. آره اتفاقا این در امریکا رسمه، خیلی از شرکت ها و کارخونه ها یه مقدار کمک میکنن به تیم ها و اونو از مالیاتشون کم میکنن، مالیات که به دولت میگن. امیدوارم در ایران هم یه همچین چیزی باشه. و اما دوستان برگردیم به صحبت هامون که سر جریان برجام. خلاصه بیشتر صحبت هایی که اینجا حالا مثلا الان مطرح میکنم بعضی موقع ها که آره دولت امریکا دیگه آماده است و ایران هم داره اون پیشنهادی که شده داره بررسی میکنه، اینا میگن که خب اگر این پلن درست نباشه ما پلن بی داریم. آقای امیر عبداللهیان مینی همینجا بود، گفت ما هم پلن بی داریم برای این کار. یعنی چی؟ اونا مثلا همه مطرح میکنن اگه این چیز نشه ممکنه اسرائیل این پایگاه های اتمی ایران رو بمباران کنه. من خندم میگیره، برای اینکه یعنی اگر ایرانی که نتونه در مقابل اسرائیل از خودش دفاع کنه دیگه باید ایران رو ول کرد به امان خدا. اگر اینها میتونستن تا الان میکردن، اصلا حرفش هم نمیزدن. یادتونه بارها من گفتم رفتن اون پایگاه اتمی سوریه رو بمباران کردن، اصلا قبلا یک کلمه راجبش صحبت نکرده بودن، بمباران کردن هم تمام شد. عراق اون موقع زمان جنگ بمباران کردن، آیا حرفشو زدن؟ اگر در ایران هم میتونستن این کارو بکنن اصلا شما حرفشو نمیزدی، صبح بیدار میشدیم دیگه آقا اون قسمتی که باید میزدن زده بودن. اگر اسرائیل بخواد این کارو بکنه، یعنی اسرائیل دیگه باید به قول معروف تموم بشه. اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله کنه و ایران نتونه یه واکنشی نشون بده که اصلا در تاریخ اسرائیل باید بی‌نظیر باشه. اینو اسرائیلی‌ها میدونن، به حرفای مفتم که البته مفت که چی عرض کنم، به قول معروف حرف مفت زیاد میزنن ولی مفت حرف نمیزنن. این همه هزینه این رسانه‌هایی که اینها مدیریت میکنند و این صهیونیست‌ها پولشو میدن، شب و روز تو این رسانه‌های ایرانی اینا رو میگن که دوستا اینا رو باور نکنید. اگر میتونستن یه همچی کاری بکنن تا الان کرده بودن، برای اینکه توانایی های ایران اونو بیش از من و تو میدونن. ایران حرف اول تو منطقه بزنه میزنه و فکر میکنید واسه چی کشورهای عربی یکی پس از دیگری دارن با ایران مذاکره میکنن؟ همین کویت سفیرش رو 3-4 روز پیش فرستاد، سفیر جدید 6 سال بود سفیر نداشت،
اینا همین اثیر گفتگوهایی که عربستان کرده بود و با اونا و اونم برای مثلا همدردی با عربستان. به هر حال اینا حالا فهمیدن قرار رئیس جمهور چین بره عربستان، میخوان یه استقبالی ازش بکنن. نمیدونم تا الان اومده یا نه، همین این هفته آخرین هفته یا هفته آینده میگن استقبالیون خیلی بیش از بایدن خواهد بود. حالا چرا؟ دلیلای زیادی داره، من یکی دو تا خدمتتون میگم. این برجام که امضا میشه دلیلش هم به خاطر منافع است. امریکا منافع داره، اروپایی‌ها گفتن آقا فردا دیگه زمستون میشه، اگر پوتین گاز نداد ما باید از ایران بخریم. فرانسوی‌ها که به اینا رسما گفتن باید نفت ایران و ونزوئلا آزاد برای خرید باشه، و ایران هم میگه آقا ما هر کی هر چی میخره ما میفروشیم. پس بنابراین این نیاز منافع است. من بارها گفتم کشورها روی منافع تصمیم، اینم آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، اینا جوکه، اینا ابزاره. یارو اگر برای دموکراسی و آزادی حقوق بشر واقعا فکر کنه، باور داره، روی اون تصمیم میگیره، بره این مقاله استیون کینزر رو همین یک شنبه تو باستون گلوب بخونه. در همین مقاله نوشته بود که برای امریکایی‌ها، استیون کینزر همون نویسنده کتاب معروف تمام مردان شاه، خب استیون کینزر الان تو دانشگاه براون، یکی از مهمترین دانشگاه امریکا، همین پایین ماساچوست ایالت رود آیلند، اونجا پژوهشگره، صاحب چندین کتاب بستلر هم هست. برای استیون کینزر بعد باستون گلوب یک شنبه پریروز می نویسه که اگر می خواهیم واقعا با دیکتاتورها کار نکنیم، نباید کار کنیم با هیچ دیکتاتوری. گفت دیگه آبروریزی میشه در جهان بر علیه امریکا. شما میایید میگید با دیکتاتورها نباید کار کنیم، اونا به خاطر حقوق بشر فلان. گفت رئیس جمهور امریکا میاد، هم رئیس جمهور سابق و الان، میره عربستان سعودی با محمد ابن سلمان دست میده. گفت این چیکاره است، دیکتاتوره یا نه؟ گفت سر چهار را گردن میزنه با شمشیر جلوی آدم و عالم. گفت از اون بر میریم دیکتاتور السیسی در مصر که حتی خیلی از امریکایی ها را انداختن تو زندان اونجا، هیچ که حرفش نمیزنه، حالا مصری ها که به جای خودش. خلاصه اینا را نام میبره، میگه اگر میخواییم با دیکتاتورها کار نکنیم، دیکتاتور رو نمیتونی بگی بله رئیسی در ایران دیکتاتور رو باش کار نمیکنی، نمیدونم کاسترو در کوبا دیکتاتور باش کار نمیکنیم. گفت نمیشه که یه بام و دو هوا. آیا دیکتاتورهایی که من نام بردم کارنامه اونها رو بذار رومیز با کارنامه کوبا و ایران، ببینید که کدومش بیشتر دیکتاتوری میکنن. پس بنابراین یه با مد و هوا نیست بگید آقا ما برای منافع تصمیم. استیون کینزر میگه، دوستان من نمیگم، میگه کشور رو، میگه آقا ما رو منافع، میگه کاخ سفید هم بارها اعلام کرده اگه رئیس جمهور تصمیم تشخیص داد منافع ما حکم میکنه با این اون کار کنیم، میگه کار میکنیم. خب پس دوستان متوجه شدید که این جریان دموکراسی، حقوق بشر فلان اینا در میان تصمیم کشورها، کشورهای غربی رو مطرح میکنند که اینها در ظاهر اصل قضیه کشکه. شما وقتی ببینی که منافعت در اینه که برجام امضا کنی، تو در حال حاضر نیاز دارن، ایران هم نیاز داره، فکر نکن ایران نیاز نداره، تا ایران داره مذاکره میکنه ببینه چقدر میتونه به دست بیاره، اونا هم همینطور دارن مذاکره میکنن که چقدر بتونن به دست بیارن. بنابراین منافع دو کشور فقط ایران و امریکاست دیگه، بقیه عددی نیستن. ما در برجام قبلی دیدیم دیگه، وقتی امریکا رفت بیرون اونا کاری نکردن، ایران هم اینو میدونه. بنابراین ما با برجام قبلی مدرک داریم، هیچ کی دیگه نمیتونه بگه به ایران آقا چرا این کار میکنی چرا این کار نمیکنی. میگه آقا ما این کاری کردیم، اینم مدرک ما. پس بنابراین ما حرفی که میزنیم روش وایستادیم، بعد حالا از حالا به بعدش میخواد اونها را تا اونجایی که ممکنه
روی حرفشون نگه داره، منافعش هم همینه. به نظر من اگر این کارو بکنن کار درستی میکنن و امیدوارم هر چیز زودتر بشه. برحال یه سری چیزهایی هست که منافع ایران به نظر من ضرر نمیکنه، منافع اونا هم همینطور که ایران از ایران میتونن استفاده کنن در نفت و گاز و اینا. بنابراین داستان اینه. حالا انشالله در برنامه آینده بیشتر توضیح خواهم داد. اما جریان این سلمان رشدی اینا که مطرح کرده اینم دیگه کار نمیکنه دوستان. حالا بهتون میگم چرا. همین سلمان رشدی و یارانش بگم 2 سال پیش بود در مجله هایپر نیویورک تایم نوشته، نیویورک تایمز دیروز، در مجله هایپر اینا اومدن مطلبی نوشتن در دفاع از آزادی بیان، چون اونا در دوران ترامپ به این نتیجه رسیده بودن که آقا خیلی چیزا این دست راستی ها اینا نمیذارن. خلا اینا اومدن چیز کردن. خود سلمان رشدی در اونجا ایده ای از نویسنده ها یک شم سلمان رشدی بود، ازا کرده بودن هایپر، مجله هایپر مگزین اینو چاپ کرده بود. جالبه که خود سلمان رشدی گفته بود که ما این امضا میکنم ولی مطمئنم خیلی ها مثل سابق در رابطه با کتاب آیات شیطانی از ما حمایت نخواهند کرد. این مطلب خیلی مهمیه ها. این هایپر مگزین اونجا این مطلب چاپ کرده بود از قول وساب سلمان رشدی که خودش میگفت در مورد آزاد بیان دارن صحبت میکنن، دوستاش به اندازه‌ای که در رابطه با اون کتاب ازش حمایت نخواهند کرد که نکردن. برای همین گروه دونالد ترامپ همه جلوی خیلی از اینا رو گرفته بودند و اینا رو لیبرال هایی میگفتن فلان اینا. پس نشون میده که اون سیاسی بوده دیگه. حتی بسیاری از نویسنده ها اون موقع بهش اعتراض کردن بعدن که آقا این کلام و لغتی که شما به کار بردید این توهین بوده فلان. بعد مسلمان ها جریه دار شدن. بنابراین شما باید مواظب بودید. حالا اینا خودشون الان دارن چیز میکنن. پس اون سیاسی بوده که این همه سلمان رشدی رو بالا. پس چطور از گفته های دیگه سلمان رشدی در ارتباط با آزادی بیان حمایت نکردن؟ خب حالا شما برید این مقاله بلند بالای نیویورک تایمز رو بخونید ببینید که چرا. دلیلش رو خودتون خواهید فهمید. دوستان اولا دلیل این که به خونه ترامپ حمله کردن این ابعاد خیلی گسترده داره. NBC یه مطلبی نوشته بود دیروز دوشنبه 15 ماه آگست 2022، نوشته بود که جاستیس دیپارتمنت، همین وزارت دادگستری امریکا، قبل از اینکه آقای گارلن وزیر دادگستری بره پیش قاضی، ادهی شاهد شده بودن که دونالد ترامپ چه کارهایی کرده و چه چیزهایی رو بلند کرده. بعد همه اینا رو میبرن پیش قاضی و قاضی اینا رو میخونه، بعد اون موقع حکم صادر میکنه. و ضمناً به خاطر مسائل امنیتی بالای امریکا به قاضی دستور داده میشه که این پرونده را به هیچکی نباید نشون بدی تا زمانی که این مسئله حل بشه، چون اونایی که شاهد بودند و امضا کردند جان اینها ممکنه تو خطر باشه یا امنیت کشور از نظر اطلاعات. بالاخره قاضی هم قاضی دولت فدرال دیگه، میفهمه اینا چی دارن میگن. خود قاضی هم یه زمانی وکیل بوده. بعد قاضی هم اینو نگه میداره، دستور رو صادر میکنه، اینا میرن تو خونه دونالد ترامپ. و جالبه که علاوه بر 11 فقره اطلاعاتی که توش نوشته تاپ سیکرت، یعنی اطلاعات سری بالا که اینو فقط ایده میتونن بخونن، حالا 3 پاسپورت گیر آوردن که 2 پاسپورت قبلیه، دیدن این پاسپورت دیپلماتیک دونالد ترامپ
بروزه، میتونه استفاده کنه، همه اینا ازش میگیرن، یعنی که میگیرن که یه دفعه این فرار نکنه. بعد دونالد ترامپ که اومده توی فاکس تی وی که هنوز یارانش اونجا هست دیگه، دست راستی ها، اینا اومدن گفتن که در تاریخ امریکا عجیبه، تا حال هیچ رئیس جمهور سابق امریکا اینجوری مورد هجوم با اسلحه اف‌بی‌آی قرار نگرفته بودن، خونهشو بگردن فلان. حالا یکی نبود به این بگه که در تاریخ ریاست جمهوری امریکا، بنده بالاخره تاریخ ریاست جمهوری امریکا را چندین کتاب در موردش خوندم، آخرینش فکر کنم از مایک بشلاپ بود. ببین، در تاریخ ریاست جمهوری امریکا هرگز نشده که رئیس جمهور انتخابات امریکا را قبول نکنه، این اولین باره. پس هجوم به خونهش هم اولین باره. و از طرف دیگه خود این جان بولتن اومده گفته دونالد ترامپ دروغ داره میگه، سر هر جلسه ای که ما داشتیم کاخ سفید این نوت که برمی داشتن، این نوت ها رو زور برمی داشت، چون اونجا یه نفر نوت برمی داره دیگه، معمولا رابرت گیت وزیر دفاع رئیس سیای سابق، تو کتاب آخرش که من براتون قسمتاشو آوردم Exercise of Power، تو اون کتاب نوشته بود که بعضی جلسه ها دو نفر نوت ور می دارن، تو بعضی جاها مثلا میشون می رفت فقط نوت ور می داشته تو جلسه، حرف نمی زده، فقط یادداشت می کرده. بعد می گفت هر کی نوت ور می داشت، اینا جان بولتون میگه دیگه، اون برای مدتی به هر حال مشاور امنیت کاخ سفید بوده، می گفت این نوت ها رو جمع می کرد بعد پاره میکن میریخت تو آشغال. میگم ما بارها رفتیم از آشغال برداشتیم چسب چسبوندیم. بعد میسین که دونالد ترامپ فهمیده بوده بعضی از نوتا رو با خودش فهمیده، میرفته دستشویی اینا رو ریز میکرده میریخته دستشویی، سیفون میکشیده. حتی دو سه بار من در گزارش های دیگه خوندم، دو سه بار توالت های کاخ سفید گرفته میشه به لوله کش. اینا میگن لوله کش بزرگترین کارش تو توالت ترامپ بوده در کاخ سفید، یعنی نشون میده که این آدم حقوقوازی بوده، چون میدونست که چی رو نگه داره، چی رو چیز کنه. اتفاقا حسابدارش در بزنس وایسلبرگ فکر کنم اسمش، اون اومده خودش اقرار کرده که برای اینکه از دولت زندانی کم بگیره به گناهاش اعتراف کرده که چجوری مالیات نمیدادن فلان اینا. حالا اون بحثش یه بحثیه، اونم برای دونالد ترامپ کار میکرده در بزنسش، نه در ریاست جمهوری. بنابراین حمله به خونه دونالد ترامپ به این آسونی نبوده و هنوز هم این مسئله پرونده درازیه تا برسن. اما صحبت از رئیس جمهور سابق کردیم، برگردیم به رئیس جمهور فعلی آقای بایدن، که من به آقای بایدن رأی دادم دیگه، میدونید به عنوان یه دموکرات، من عضو حزب دموکراتم، بارها هم گفتم دوستان میگن آقا شما عضو، من خودم به شما دارم میگم، از من شنیدید دیگه. آقای بایدن محبوبیتش اومده پایین، خب گلپ پول یه آماری گرفته از نهادهای مختلف از جمله کارشناسان امور سیاسی، به این نتیجه رسیدن سیاست خارجی در محبوبیت رئیس جمهور دخالتی نداره. مردم تنها چیزی که فکر میکنن جیبشونه، یعنی اقتصاد کشوره. میگه در حال حاضر گرانی بنزین، بالا رفتن قیمتها و تورم مردم رو ناراحت کرده. محبوبیت آقای بایدن به 38% رسیده، یعنی میگن که آقای بایدن رئیس جمهور خوبی نیست که در دوران ایشون این وضع پیش اومده. گفتن آقا این سربازا رو آورده جنگ و چیز کرده، اینا مطرح نیست. فقط تنها چیزی که مردم موقع رأی دادن فکر میکنن اقتصادشون، درآمدشون، اینا. اینو قبلا هم در ریاست جمهوری جورج بوش پدر ثابت شد، وقتی حمله کرد عراق را از کویت بیرون کرد و اینا،
محبوبیتش 91% شده بود که تونست کویت رو به کویتی ها برگردونه فلان از این هم. وقتی به رأی گیریشون چه اقتصاد امریکا خراب شده بود، انتخابات رو بیل کلینتون باخت، چون رئیس امور انتخابات بیل کلینتون جیمز کارویل یک بحثی را کرد که الان در دانشگاه ها تدریس میشه. اون همیشه میگفت اینا را ول کنید، It's the economy stupid، میگفت خر نباشید، فقط اقتصادی که تعیین میکنه رئیس جمهور کی باشه، اقتصاد داخل امریکا اون موقع خراب بود. الان هم آقای بایدن در یه همچه شرایطی، اگر بتونه همین برجامو با ایران امضا کنه، بتونه قیمت بنزین رو کمتر، الان زیر 4 دلار اومده، باز به نفع آقای بایدنه، هنوز امضا نکرده. بنابراین هم به نفع ایرانه هم به نفع اونا. به نفع ایرانه که نفت و گازش رو آزاد میتونه بفروشه، پولای مسدود شده رو میاره بیرون. به نفع اوناست که فردا دیگه اگر پوتین به اونها نفت و گاز نده تو اروپا، نفت و گاز ایران و ونزوئلا میتونه جایگزین باشه. این داستانه. حالا بعضی هم میگن آره الان به ما احتیاج دارن، چرا ما این کار بکنیم؟ این هم اشتباهه. باید ببینیم که آیا منافع ما توش هست، هر چند موقت، اشکالی نداره. شما در این دو سال میتونین خیلی چیزاتو بیاری بگیری داخل کشورت. حالا بعدن میخوان، شما الان ابزار دارین دیگه. دونالد ترامپ از چیز اومد بیرون، غنی‌سازی رفت بالای 60%، آزاد کارتون انجام دادیم. بنابراین البته اونایی که میخوان تصمیم بگیرن، چون آقای امیر عبداللهیان این مسئله روشن کرد، آقا منافع، منافع ایرانه، نمیدونم این دوست ماسمون، رفیق ماسین، فلان، اونا مطرح نیست. هرچی منافع کشور حکم میکنه باید برابر اونم تصمیم بگیریم. این هم بسیار درست، در امریکا هم همین کار میکنن. حالا صهیونیست ها سعی میکنن که سنگ بندازن فلان اینا، چون اونا منافعشون تو خطره، ولی دولت آقای بایدن برای امریکا تصمیم میگیره، نه برای کسای دیگه. برحال دوست کردم که این مطالب فعلا اینو به قول امریکایی ها بذارید توی چوپوقتون بکشید، سرگرم باشید تا اطلاعات بعدی، چون مطالب خیلی زیاده، نمیخوام که شما رو گم و گیج بکنم. بعضی چیزا واجب گفتنش، بعضی چیزا رو باید یه مقدار تأمل کرد ببینیم تصمیمای بعدی چیه تا شما رو در جریان بذارم. برای سپاسگزارم از وقتتون، وقت منم تموم شد. با ما در تماس باشید تا برنامه بعد. همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدارتون.